چرا شناخت انقلاب اسلامی لازم است؟ گفتار اول سوم فروردین 1400 دوستان سلام تصمیم من این بودش که بعد از خواندن یا به قول امروزیا خانش کتاب ما چگونه ما شدیم برویم به سروقت کتاب سنت و مدرنیته که بررسی روند اصلاحات و تلاشایی که برای تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران عصر قاجار به وجود آمد و در حقیقت اینکه چرا این تلاش از جمله خود مشروطه چندان به بار ننشستند داستان از اینجا شروع شدش که بعد از اینکه کتاب ما چگونه ما شدیم تمام شد یک نظرسنجی صورت گرفت از کاربران که کدام یکی از آثار بنده رو ترجیح میدن یا انتخاب میکنن که کار بعدیمون باشه بیشترین امتیاز رو کتاب سنت و مدرنیته آورده بود البته کتاب مقدمی بر انقلاب اسلامی هم جزو هایی که دوستان تقاضا کرده بودند می بود اما در مقایسه با سنت و مدرنیته تقاضا برای انقلاب اسلامی خیلی کمتر بود بنابراین تصمیم این شدش که سنت و مدرنیته رو کار بکنیم اما این وسط یک اتفاقی افتاد که یه مقداری برنامه ها رو به هم ریخت این اتفاق به این صورت بودش که به مناسبت سالگرد انقلاب در 22 بهمن من یه پست گذاشتم حالا دوستانی که به یاد میارن خلاصه پست این بودش که انقلاب اسلامی برای چه بود و تو اون پست بنده گفته بودم که انقلاب اسلامی برای اهداف و آرمانهای دموکراتیک بود برای انتخابات آزاد بود برای نبود زندانی سیاسی بود برای حاکمیت قانون بود و این دست اهداف و آرمان ها برای انقلاب اسلامی بود منتها به دلایلی یک موج قوی گفتمان که ابتدا تعلق به مارکسیستا داشت گفتمان ضد غربی ضد آمریکایی ضد امپریالیستی که بسیار در ایران در دوران انقلاب رایج بود و خب کم نبودند انقلابیون اسلامگرای رادیکال تندرو جوان که تحت تاثیر اون ادبیات قرار داشتند و حاصل کار شد به وجود آمدن گفتمانی که الان چهل دو سال ادامه داره گفتمان استکبار ستیزی دشمنی با آمریکا دشمنی با غرب نابودی اسرائیل صدور انقلاب و اون چیزی که امروز به اصطلاح بنمایه و چهارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میده خلاصه اون پست بود و به حال پیشنهاد کرده بودم که جای این رو داره که ما بپردازیم به اینکه چی شد که اهداف و آرمانهای دموکراسی خواهانه انقلاب اسلامی به حاشیه رانده شدند و اون جریان قدرتمند برگرفته از انقلابیون مارکسیست انقدر با استقبال انقلابیون مسلمان قرار گرفت و چه شد که این تحول اتفاق افتاد این خلاصه ای اون پست بود که هولوحش سالگرد انقلاب این رو گذاشتن این اتفاق که الان خدمتتون عرض میکنم باعث شدش که اون نقشه اولیه اون تر اولیه که سنت مدرنیته رو من براتون بخونم رفت به حاشیه و جاش تصمیم گرفتم که کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی رو که خودم نوشتم و بخشی از رساله دکترام هستش که در دانشگاه رادفورد انگلستان در فاصله سال 1363 تا 1369 عنوان تز دکترام بود و خب بعد از دفاع هم برگشتم آمدم ایران این کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی در حقیقت بخشی از رساله دکترام هستش این کتاب سال 1372 برای اولین بار چاپ شد در ایران و تا الان که فروردین 1400 است گمان میکنم 13 بار تجدید چاپ شده به علاوه یه چیز حدود نزدیک 30 الا 40 صفحه هم چند سال پیش من به این کتاب اضافه کردم ولی محتوای کتاب همون هستش تغییری نکرده اما چرا من تصمیم گرفتم که به جای کتاب سنت و مدرنیته این کتاب رو برای دوستان بخونم علتش این بودش که اون پستی که مربوط به انقلاب اسلامی میشد، شد کامنت های خیلی خیلی زیادی رو به همراه داشت چند هزار تا کامنت برای اون پست گذاشته شد اما چیزی که باعث شدش که من به فکر فرو برم به چه باید کرد بیاندیشم این بودش که حدود 80 90 درصد اون کامنت ها بدون اغراق در نفی و حمله به انقلاب اسلامی بود حالا اون حرفای رکیک و اینها رو بذارم به کنار ولی بخش عمده ای از کامنت ها این بودش که اکاشون انقلاب نمیشد این چه انقلابی بود این انقلاب باعث بدبختی بیچارگی ما شد و اینکه آقای زیبا کلام ما شماها رو نمیبخشیم جرم شما گناه شما به عنوان افراد تحصیل کرده و چهره های روشن فکره. اون زمان جرم شما از مردم عادی به واسطه اون انقلاب خیلی خیلی بیشتر هستش 80 درصد کامنت ها این بود که بدبخ کردین شما ما رو مملکت داشت پیشرفت میکرد مملکت در ریل ترقی و توسعه و اینها بود و چرا شما اون انقلاب رو کردید یه بخش دیگری هم از کامنت ها این بودش که اساسا آقای زیبا کلام کدام انقلاب این انقلاب سناریوی آمریکایی ها بود سناریوی انگلیسی ها بود سناریوی غربی ها بود برای سرنگون کردن رژیم شاه و به روی کار آوردن حالا به هر حال جریانی که بعد از انقلاب رهبری انقلاب و رهبری کشور به دستش افتاد انقلابی نبود این یه سناریو بود این یه طرح بود یه برنامه بود اما چرا این بخشش واسه من هم مثل همون بخش اولش خیلی تکان دهنده بود از تعداد کامنت هایی که نوشته بودن که کدام انقلاب انقلاب چی کشکی چی اینا همه برنامه بود به این خاطر بودش که سالی که انقلاب شد یعنی سال 1357 چالای سال قبلش 56 که بحران شروع شد و چه چند سال بعدش که دیگه انقلاب شده بود تنها کسی که معتقد بودش که این انقلاب یک سناریویی هستش که توسط غربی ها به اجرا گذاشته شده و اونها شاه رو سرنگون کردند فقط شخص محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران بود ایشون تنها کسی بودش که در سال پنجاب و هفت که انقلاب شد واقعا معتقد بودش که کدام انقلاب اینا برنامه بود برای برداشتن من و واقعا اگر نظرسنجی صورت می گرفت نمیدونم شاید به یک درصد شاید به نیم درصد هم نمیرسید در سال 57 سال 58 که اعتقاد داشته باشن که این انقلاب برنامه خارجی ها بوده و عرض کردم به جز شاه که هم در دوران انقلاب هم بعد از انقلاب زمانی که تا تیر ماه سال 59 ایشون در قید حیات بودن همچنان قرص و محکم میگفتن این انقلاب همش برنامه بود برای سرنبون کردن من البته حالا کاری نداریم دلایلی هم داشت برای خود شاه میگفتش که من با بالا رفتن قیمت نفت شدم نقش ایران خیلی مهم بود برای بالا نگه داشتن قیمت نفت در اوپک در نیمه اول دهه پنجاه یعنی پنجاه و دو پنجاه و سه تا نزدیک سالهای انقلاب بشیم بخشیش این هستش که قربی ها دارن مقابله به مصر میکنم با من که ناراحتن از اینکه من باعث شدم قیمت نفت بالا نگه داشته بشه در اوپک دلیل دیگرش این بود یا نظریه دیگرش تئوری دیگرش این بودش که چون اقدامات من چون برنامه های من برنامه های توسعه اقتصادی من به سرعت داشت ایران رو تبدیل به یک کشور صنعتی میکرد و انقریب آلومینیوم ایران فولاد ایران مثل ایران محصولات پتروشیمی ایران، اتومبیل های ساخت ایران، ماشینالات ساخت ایران، راهی بازارهای منطقه در خاورمیانه و بینالمللی المللی و خب این خوشایند کشورهای غربی نبود که یک کشور جهان سومی به اسم ایران بیاد و بازارهاشون رو از دستشون بگیره این هم یک دلیلش بود حالا دلایل دیگری هم داشت که بین اتحاد شوروی اون موقع بین روس و آمریکایا یک مبادلات دیپلماتیکی و بین المللی صورت گرفته ها از یه سری جاها عقب نشینی کردند، واگذار کردند به روسا، روسا هم از یه سری جاها عقب نشینی کردند. شاه معتقد بودش که روسا از شاخ آفریقا عقب نشینی کردند، دیگه از جریانات انقلابی در شاخ آفریقا حمایت نمی کنن. هم از ایران عقب نشینی کردند و گذاشتن که دست روس ها باز باشه در ایران اینم یک نظریش بود یه نظریه دیگرش این بودش که انگلیس داره از من انتقام میگیره چون بعد از کودت های 28 مرداد من به آمریکا خیلی نزدیک شدم متحد استراتژیک آمریکا شده بودم در منطقه و انگلیسی ها دارن انتقام نزدیکی من به آمریکا رو میگیرن اینا نظرات شاه بود برای اینکه معتقد بودش که این انقلاب سناریوی غربی ها بوده ببینید به جز شاه هیچ کس دیگری در ایران از اون 34 میلیون 35 میلیون جمعیت ایران همچی نظری نداشت همچی نگاهی نداشت ولی چیزی که تو کامنت ها خیلی جالب بود برای من تعداد کامنت هایی که به من میگفتن آقای زیبا کلام کدوم انقلاب یعنی دقیقا همون حرف شاه در سال هفت رو میزدن این برای من نمیدونم حالا به اساسیت دیگر علوم سیاسی علوم انسانی من در ایران کاری ندارم ولی این برای من خیلی تکان دهنده است منو دوچار شوکه میکنه خیلی برای من شگفت که در قرن یکم علا رقم این که این همه در ایران دانشگاه ها افزایش پیدا کردن تعداد صد هزار دانشجوی ایرانی که سال پنج هفت بوده رسیده به چهار میلیون رسیده به پنج میلیون و اینقدر فضای مجازی و چه میدونم اینترنت و کتاب و علا رقم گسترشی این چنینی که به وجود آمده تعداد ایرانیایی که پناه میبرند به فرضی های در تبیین انقلاب اسلامی ظرف چل دو سال گذشته ده ها برابر شده صدها برابر شده ارز کردم سال 57 کسی اصلا دنبال این نبود کسی واقعا نمی به این فکر که شاه رو برداشتن انقلاب و تظاهرات و راه و اینا همه برنامه بود درست مردم حضور داشتن ولی مثلا مردم هم فکر میکردن اونا دارن شاه رو بر می دارن در حالی که شاه از جای دیگری برداشته شده بود نمیدونم چه لغتی رو به کار ببرم این برای من خیلی تکان دهنده است ابزه ما الان آماری نداریم الان که فروردین 1400 ما آماری نداریم که چند درصد از مردم ایران معتقدن که انقلاب یک برنامه خارجی بود و غربی ها شاه رو حالا به هر دلیلی شاه رو برداشتن میگم آماری وجود نداره ولی اگر کسی به من بگه که سی درصد مردم ایران 40 درصد مردم ایران حتی این درصد تو تحصیل کرده ها خیلی بیشتره ببینید من اساتیت دانشگاه رو در خارج از ایران میبینم ببینید این خیلی واقعا تکان دهنده هستش اساتید دانشگاهی خارج از ایران خیلی راحت میگن که در گوادالوب در دیماه 1357 سران کشورهای غربی نشستم و گفتم خب دیگه شاه باید بره حالا اینکه اخشار و لایه های تحصیل کرده اساتید دانشگاهی یه همچی طرز فکری دارن دیگه حالا آدم از اشخاص و لایه های کمتر تحصیل کرده تر حالا دیگه خیلی نمیتونه انتظار و توقع داشته باشه اینم خیلی من تکون داد پس ببینید دو تا اتفاق افتاد بعد از اون پست مال سالگرد انقلاب در صفحه اینستاگرامم. یکی لل و نفرین و اینها بود به انقلاب و کسانی که باعث اون انقلاب شدن از جمله شما آقای زیبا کردم و همفکرانتون روشن و تحصیل کرده و فرخیختگان اینها نقش شما گناه شما نگیم نقش شما گناه شما خیلی بیشتره و انقدر بغض اینقدر کینه انقدر نفرت از انقلاب اسلامی حیرت انگیز بود و دوم اینکه چقدر تئوری های توطعه فرضیه های توطعه در خصوص اینکه انقلابی در کار نبوده بلکه شاه و غربی ها به دلیل مساله و منافعشون بر میدارن مردم ایران هم فکر میکنن که اونا بودن که انقلاب کردن دوستان این دو عامل باعث شدش که من یه خود برم تو فکر که خب آخه چیکار کنم برم همچنان سنت و مدرنیته رو بخونم چون سنت و مدرنیته از چگونه ما, چگون ما شدیمم حجمش بیشتر هستش و فکر کنم یه دو ماهی حالا با مثلا هر شب نیم ساعت سه رو پخش بشه دو ماهی طول میکشه و بعد اون وقت میام بپردازم به, به انقلاب اسلامی دلم طاقت نیورد و گفتم که کتاب انقلاب اسلامی رو میخونم متا ببینید می میدونم که الان بسیاری از دوستان حالا کامنت خواهند گذاشت که خب وقتی شما دیدید که نظرات انقدر نسبت به انقلاب اسلام منفی هستش آزی با کلام شما افتادی به فکر افتادی به سرافت که <applause> یه جوری برای انقلاب اسلامی به هر حال بازاگر می کنی یه خود از اون بغض و کینه به قول خودت بکاهی اینها نه نه حالا نمیدونم جوری من میتونم اینو ثابت کنم که هدفم از خواندن کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی این نیستش که شما رو خواسته باشم طرفدار انقلاب بکنم و بگم نه اینجوری نیست و بیاید و از انقلاب طرفداری بکنید اصلا و ابدا ببینید چند تا دلیل دارم که باعث شدش که تصمیم بگیرم بیام این کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی رو به جای کتاب سنت و بخونم. سوال دوستان آیا پدیده های سیاسی و اجتماعی تاریخی را می توان با بغض و کینه و نفرت مورد ارزیابی قرار داد آیا ما می توانیم به واسطه بغض و کینه و نفرتی که نسبت به چه میدونم شرایط موجود احساس میکنیم بیایم و اون رو رفت بدیم و نسبت بدیم به انقلاب اسلامی آیا با بغض و کین و نفرت میتوان یک پدیده تاریخی رو شناخت این سوال اولمه پرسش اولمه پرسش دومم یه مقداری اساسی تره پولی تره و اونم این استش که آیا تاریخ محکمه قضاوت و داوری است سوال آیا سوژه تاریخ کار مورخ این هستش که یک محکمه قضایی تشکیل بدیم و بگیم که این رویداد رو ما محکوم میکنیم این رویداد رویداد خوبی نبوده حالا من مشخصا در مورد انقلاب اسلامی صحبت نمی کنم اصلا دارم میگم وظیفه تاریخ و مورخ این هستش که بیایم بگیم که ما این رویداد رو محکوم میکنیم و حالا چه رویدادها رو بیایم محکوم بکنیم و چه چهره ها و شخصیت های تاریخی رو بیایم محکوم بکنیم آیا وظیفه تاریخ و مورخ محاکمه قضاوت داوری و محکومیت است یا نه سوال وظیفه تاریخ و مورخ چیست دوستان من معتقدم که وظیفه تاریخ و مورخ به هیچ روی قضاوت و داوری نیست ا پس کار تاریخ چیه وظیفه مورخ کدام است پاسخ صادق زیبا کلام کار مورخ کار تاریخ شناخته و نه داوری و نه قضاوت کار مورخ آن است که بگوید تحولاتی که صورت گرفته بوده است در گذشته به واسطه کدامین عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نقش انسانها، لیدرها، رهبران اون تحولات کار مورخ شناخته، کار تاریخ شناخته، کار ما قضاوت نیست این مسئله اولم است و این رو من بارها و بارها سر کلاس برای دانشجوانم مطرح کردم که کار ما قضاوت نیست بلکه کار ما شناخته حالا ممکنه که شما بگید که شناخت به چه درد میخوره گذشته چراغ راه آینده است و از این صحبت ها که اینها را من هیچ کدوم قبول ندارم یعنی هیچ کس از گذشته درس نمیگیره اگر قرار بودش که انسان ها از گذشته درس بگیرن از تاریخ درس بگیرن این جهان گلستان بود نه دیکتاتوری دیگه وجود داشت نه رژیم هایی وجود داشت که مردم رو به رگبار میبندن و کسانی رو که مغایر اونا فکر میکنن متفاوت اونا فکر میکنن به زندان بیاندازن هیچ کدوم اینا وجود نداشت اگر قرار بود درسی از گذشته گرفته بشه نه ما هیچ کدوم از گذشته هیچ درسی نمیگیریم خب پس بنابراین این سوال مطرح میشه که خب این شناخت برای چیه؟ چرا شما اینقدر اصرار دارید که ما محکوم نکنیم، داوری نکنیم، قضاوت نکنیم؟ و این شناخت به چه درد میخوره؟ این شناخت پس میشه یه مسئله انتظاری چون ما تا به الان فکر میکردیم که گذشته چراغ راه آینده است. هر کسی کو ناموخت از روزگار، هیچ ناموزت هیچ آموزگار. حالا شما آقای زیبا کلام میگی که نه همچی چیزی نیست و ما اصلا درس نمیگیریم از تاریخ. این یه <applause> این یه تنزه این یه جمله پردازیه که گذشته چراغ راه آینده است هیچ کس از تاریخ درس نگرفته پس تاریخ به چه درد میخوره این شناخته به چه درد میخوره پاسخ من این هستش که اولا اگر شما اصرار دارید که در خصوص گذشته به قضاوت بنشینید در خصوص انقلاب اسلامی به قضاوت بنشینید در خصوص ملی شدن نفت به قضاوت بنشینید در خصوص انقلاب مشروطه به قضاوت بنشینید قبل از قضاوت شما باید بشناسید آخه چجوری میشه یه پدیده رو بدون شناخت محکوم کرد یا تأیید کرد یا تکذیب کرد ببینید با حتی یه نفر که مرتکب قتل شده مرتکب جرمی شده یا به قول حقوقدانان همکاره من تو دانشکده حقوق به ذه انتصابی یعنی اون جرمی که مرتکب شده به واسطه اون بردنش به دادگاه ببینید بازم بازم محکمه تشکیل میدیم بازم وکیلش میاد ازش دفاع میکنه قاضی بهش میگه که شما دفاعی اگه دارید از خودتون بکنید چگونه میشود یک پدیده تاریخی رو بدون هیچ گونه شناختی ازش آمد و اون رو تایید کرد یا برعکس آمد اون رو تکذیب کرد اولا که من معتقدم که تاریخ محکمه قضاوت نیست ثانیان این که اگر کسانی هستند که اصرار دارند که بگن که نه آقای زیبا کلام ما باید داوری بکنیم ما باید قضاوت بکنیم بسیار خوب اگر میخواهید قضاوت بکنید اگر میخواهید داوری بکنید بشناسیم پدیده را اول بعد بیایم قضاوت بکنیم بگیم خوب بوده بد بوده زشت بوده زیبا بوده اکاش اتفاق میفتاد اکاش اتفاق نمیافتاد کسانی که نقش بیشتری داشتند مدیون به ملت هستند محکومن در تاریخ از اول بیایم بشناسیمش خب می رسیم به اینجا که اگر که گذشته چراغ راه آینده نیست اگر که تاریخ چیز زیادی رو به ما یاد نمیدهد گذشته چیز زیادی رو به ما یاد نمیدهد من صادق زیبا کلام چه اصراری دارم که ما بیایم گذشته رو بشناسیم ما بیایم گذشته رو فهم بکنیم ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که نیروهای سیاسی اجتماعی اقتصادی که در پدید آمدن یک رویداد مهم تاریخی نقش داشتن کدام ها بودن بنابراین سوال بعدی این میشه که فایده علم و آگاهی از انقلاب اسلامی چی هستش؟ بسیار خوب ما قضاوت نمیکنیم ما داوری نمی کنیم. اما اینکه ما بیایم انقلاب اسلامی رو بشناسیم و قضاوتها و ملاک و معیارها و عواطف و احساسات الانمون رو نیایم مبنای داوری برای انقلاب اسلامی قرار بدیم این دلیلش چیه آقای زیبا کرد این چه ضرورتی داره چه ضرورتی داره که ما بیایم انقلاب اسلامی رو درستر، صحیحتر تر بشناسیم چه حکمتی داره چه سودی داره چه خاصیتی داره اگر انشالله عمری باقی ماند این اهمیتشو خاصیتشو انشالله توی برنامه بعدی خدمتتون خواهم گفت شما رو به خداوند عزت می سپارم